42 سال جونش کف دستش بود، داشت برای این مرز و بوم می‌جنگید. من کسی رو سراغ ندارم که اینطوری از مملکت دفاع کرده باشه تو جبهه‌های جنگ. من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان. برای گرفتن انتقام خون این مردم مستضعفی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن. آقام به ایشون گفته بودن شهید زنده، تا بالاخره اون روزی رسید که خب به بهترین جور ممکن ایشون یه جوری رفت که فکر کنم تا چند هزار سال آینده تو تاریخ مملکت ما، اگر ما تا حالا مثلا چه میدونم رستم داشتیم، الان سردار سلیمانی رو هم داریم. اگه ما به فیلمای مراسم تشییع ایشون نگاه کنیم میبینیم که حتی با شهادت هم ایشان برای مملکت خیر و برکت به همراه داشت و بین تمام اقشار مردم یک وحدت کامل به وجود اومد که آن سوگ سردار بود. تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهن از نقص خود رقصی کنند. مطربانشان در درون دف میزنن، برها در شورشان کف میزنن. فکر کنم جاودانه شده تو تاریخ ما. فکر کنم اگر که جوانای مملکت ایشونو سرمشق خودشون قرار بدن، دولت مردای مملکت ایشونو سرمشق خودشون قرار بدن، فکر کنم مملکت در آینده خیلی مطمئن تر باشه. یه مرحله سختش تمام شد. آره، چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید. یه مرحله سختش بود. خب خدا رو شکر. دعا کنید. دعا قبول. انشاءالله. چه وقتی که جونت رو میدی براش، چه وقتی که سمتش دعا میکنی، واسه چند تا دیوار و گل بسته نیست، تو از اعتقادت دفاع میکنی. برای دلت جونتو میدی و وسط هرچی غیر از دلت باطله، نه پای جنون نه دیوونگی، تمام سلوکت برای دله. من یک انگشتر و یه تسبیح از ایشون به یادگار دارم که عزیزترین چیزایی که دارم. چند تا سخنرانی ایشون داشتن، حالا من یه جملهشو فقط میگم اینا، که اگه همین یه جمله رو ما سعی کنیم استفاده کنیم همه، فکر کنم وضع مملکت بهتر بشه. ایشون فرمودن که در بحرانها فرصتهایی پیدا میشه که این فرصتها به خودی خودش پیش ممکنه نیاد. من با تجربه میگم این را، میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست. اما شرطش اینه که نترسی و نترسی و نترسانی. همین الان ما با همین بحران های اقتصادی که داشتیم در دوره های همین دوره طولانی انقلاب محاصره اقتصادی، همین چیزی که امروز میبینیم، به رغم اینکه خیلی از دولت مردان نتوانستن اون اهداف مد نظر خودشون را یا مد نظر انقلاب را همه اونها را محقق بکنن، یا فرصت نداشتن یا نتوانستن یا هر چیز دیگری، اما فرصت های بزرگی وجود. خب،
ما الان این بحران تحریمی که غرب رو ما گذاشته، متاسفانه دولت روحانی 8 سال وقتش رو حروم کرد، رفت دنبال غرب. اگر از همون اول که دید این تحریم ها هست رفته بودیم دنبال فرصت هایی که مملکت رو بسازیم، تولید خودمون رو بهتر بکنیم، صادراتمون رو بهتر بکنیم، چالش های سر راه تولید و صادرات رو از پیش روی تولید کننده و صادر کننده برداریم، من خیال کنم الان ما خیلی وضع اقتصادیمون بهتر از این چیزی بود که امروز هست.